آمازون و فیسبوک و گوگل و اینا رو هم به عنوان پردیکشناش آورده، سایت خوبیه تو این حوزه و ازش میشه استفاده کرد. البته که شما هرچی برین جلوتر سایت های بیشتری هم پیدا میکنید از لابلای این انبوهی از اطلاعات اشتراک گذاشت توی اینترنت. من بیام پایین ببینید کریپتوکارنسیز بیت کوین پرایس پردیکشن از 2021 تا 2024 روش کلیک میکنم، وارد یه همچین صفحه میشم. من این لینک اینو برای شما بذارم که دفعه بعد خودتون سریع بیاین و هامو بزنید برگردید دیگه. ببینید اینجا میگه 48.830 قیمته و میگه در دوره دو روزه مثلا چنجش 2.7% بوده، یک ماه 53% بوده و خیلی به این کاری نداریم ما. اصل داستان یه ذره اسکرول کنیم بیاد پایین، میگه مثلا 5 تاش ما میگیم ولی یه دونه به من بگو 48.829 با مایز 94 سنت. میاد یه جدول به من میده پرایس پردیکشن فور تا حتی 2025 هم داره ارائه میکنه. اینجا میبینن دوستان دیگه ایشالله. یک لحظه من فکر میکنم قطع شدیم الان. خب اگه قطع نشدیم که من ادامه بدم. ببینید اینجا داره میگه ماه فوریه، مارچ، اپریل، می، جون، جولای، آگوست، سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر. میگه پیش بینی این هر روزم عوض میشه ها. میگه که اوپنش به 32,584 بوده با مینیمم ماکسیمومش در اون ماه این میزان بوده، کلوزش اینقدر و 75% هم این پیش بینی داره میکنه، ببخشید 75% هم بازدهی از توتال، یعنی توتالی تو اون ماه داره به ما میگه که بازدهی داشته. خب بیایم بریم تو مارچ رو نگاه کنیم. میشه امروز چند فوریه است؟ 14 فوریه است دیگه، درست میگم؟ 14 فوریه است. پس ما یعنی دوستان تا آخر درسته مثلا تای فوریه دیگه 63 رو ندید 60 رو میبینه دیگه، 58 که میبینه. پس من یه بازی دستم، فقط حواستون باشه در دام اینجور پردیکشن ها قرار نگیرید، اینا تک معیاره داره نگاه میکنه. اونجایی که من دست با هم دست به دست دادیم اومدیم رفتیم ام وی آر وی و نمیدونم امثال اینا رو دیدیم که یه ترکیب طلایی قطعا ازش باید در بیاریم تا این کلاس بهتون ارائه کنم و شما هم برید خودتون رو آپدیت بکنی، اونو داری نگاه میکنی میگی ام وی آر وی رفته یه جایی همچین بوردر لاین قرار گرفته. بعد میام نگاه میکنم ام وی تی ای شرایطی داره نزدیک منطقه اشباع فروش، ببخشید اشباع خرید، اون بالاییه، نقطه بالایی که احتمال داره یه اسلای کوچولی بزنه. اینم داره میاد برای من نگاه میکنه تو 63 تشه. احتمال میدیم که شاید این اتفاق بیفته. این فقط نظر شخصی منه. من حس میکنم بازار تو مثلا 60 و نزدیک 70 رشد کنه با یه ماینس پلاس مثلا 10% 8%. بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ میاد تو مارچ و از انتهای فوریه بعد احتمالاً یه اصلاحکی بزنه یا دیگه تا آخر فوریه این تارگت رو زده باشه بره توی مثلا اوایل مارچ برای اصلاح و اونجا اون شاخص‌های ام وی آر وی و نمیدونم ام وی آر وی زی و اس تو اف و حتی نمودار رینبو که داریم نگاه می‌کنیم، این نباید بره تو حالت اش تو رینبو نباید. اگر قرار این ارز در پایان دسامبر 2021 به 136,000 دلار برسه نباید الان وارد حوزه چیز بشه، حباب بشه. پس بعد این هواگیری بشه دیگه، یه ذره بره بالا بزنن خالی کنن. اونایی که عشق نوسانگیریان دمشون هم گرم، واقعا جیگر میخواد توی همچین داستانی. اونم مایی که امروز دلار چقدر بوده، باز من دیدم صرافی یه سری صرافی ها خیلی سرشون شلوغ بود، فکر میکنم نزدیک 25 اینا 25 داشته معامله میشده. حالا اگه کسی عدد دقیق تری میشناسه میدونه اعلام بکنه. داریم به 5 سال هم میریم، به هر حال تقاضا هم برای این پول فیات افزایش پیدا میکنه. پس این احتماله وجود داره که یه هواگیری بخواد به انجام 26 تومن یه هواگیری داشته باشه
که بخواد یه خورده انرژیشو جمع بکنه. حالا اگر من مهارت اینو کس کردم بزنم تو گوشش بره ازش استفاده میکنم، اگر نه یه مقدار با دل قرصتری توی نقاطی میخرم. آره اینجوری راحت تره. و همونطور که میبینید این بیاد پایین برای 2022 تا 100 دوباره تو مثلا کوارتر، من خدمتتون گفته بودم مثلا بازار تا کوارتر اول 2022 میتونه بازار خوبی باشه. اینجا هم میبینیم این صدق میکنه، تقریبا بازار داره همین حدود 150-60 هزار تا میچرخه و میایم دیگه یه دو سالی بازار دوباره افت خواهد داشت و دوباره نزدیک 2025 که میشه که میشه زمانی که دوباره هافینگ بعدی میخواد اتفاق بیفته دیگه. 2020 بود، 2024 2024 دیگه، بعد یواش یواش بازار میره رو دوباره. این حالا قبل هافینگ ها دیدین یه ریزشی یا اصلاح مشتی داره، این اتفاق تو 2024 داره میفته بر اساس این مدل پیش بینی. بعد از نیمه دومش که نزد حالا دیگه هافینگ داره خودشو پیدا میکنه، میاد رشد میکنه 180 هزار تا و 190 هزار تا هم که حالا مثلا این البته هر بارم بیاین چک کنین عدد عوض شده، ولی بر اساس مدلش رگرسیونی که میزنه همچین چیزی. اما سوال پیش میاد بابا من بیت کوین رو نمیخوام، ولم کن من اینا هر کوچه پس کوچه برم یکی یه حرفی زده، بیا به من در مورد مثلا اتر بگو، در مورد مثلا کاردانو بگو، در مورد نم بگو، چین لینک بگو، اتر گفتم، آیوتا بگو. ببین اینجا میبینید من اینا هایلایت کردم، بیت کوین، بیت کش، بیت کوین گلد یه نمونه از بیت کوین، بیت کوین اس وی، ساتوشی ویژن فکر میکنم وی بعد گوگلش کنم، بایننس، ای ای بی، ای دی ای، چین لینک، اتر، دی جی، بیاین پایین مونرو، پولکادوت، کادات، استلار، تزوس، ترون، یونی سواب، زیکش، بیاین ریپل رو نگاه کنیم. من خودم با این عرضه خیلی حال میکنم. دوستایی که میگفتن دنباله چند درصد درصد سودن حواساشون جمع باشه. خب این اومده گفته 50 سنت هر 100 تاش میشه 59 دلار. میگه فوریه توی آخر فوریه بعد مثلا حدود 1 دلار باشه. اگر این آخر فوریه قرار 1 دلار باشه، ما 2 هفته دیگه وقت داریم تا اون دادگاه لعنتی. و بعد میاد رشد میکنه توی اپریل میرسه به 30 سنت، 1.30 سنت، 1 دلار و 30 سنت. و میبینید که هایاش رو نگاه کنیم ببینید مثلا تو همین 1.5 دیگه داره میچرخه، یه 200% شیرین داره اینجا دلاری به ما بازدهی میده. و وقتی هم جلوتر میریم به همین حدود 1 دلار رو داره میچرخه. امیدواریم که البته این پیشبینی خیلی پیشبینی دقیقی نباشه، چون اگر این باشه خیلی گزینه مناسبی با این رویکرد نیست برای سرمایه گذاری XRP. اما اینو در نظر داشته باشین اتفاقی که تو دیتای XRP میفته، اینو بر اساس دیتای هیستوریکال قیمتی میان میبینن، اون بلایی که سک سر این آورده و قفلش کرده، اصلا لاکداون شده این تو صرافیه امریکایی، اصلا یک و تعداد صرافیه بین المللی به خاطر این داستانی که با سک داره فعلا معاملاتش بستن. اگر اون اصلاح کنه اینو دقیق تر میتونیم بهش نگاه کنیم. بریم سراغ اینو داشته باشیم یه خطا توی این هست، این خطا خطای استراتژیکه توی قیمت بیت. 1800 اتر رو نگاه کنیم، 10 تاش میگه 18000 دلار، کاش 18000 تومان بود. برای اتر 2200، 3300، 3900، 4400، 4900 رو به عنوان تا پایان امسال داره، یعنی 5000 دلار الان چقدره؟ 250% هم این داره میده و دلاری هم داره میده. و همونطور که بیایم بالا میدونیم که به یه عددهای نزدیک 6000 دلار هم میتونه برسه در سالهای آتی. و حالا دیگه تو همین ارده داره میچرخه، پس توقع نداشته باشیم هر روز بازار بره بالا. اما این امکان برام به وجود میاره که با این پریدیکشن هایی که از اینجا دارم، یه سری فاکتورهایی که اونجا به دست میارن، بیام من به جایی که توی یه سال 250% ازش بگیرم 10 برابره، ببخشید 2500 دلار کامل یه تیکر فراموش کنید، به جایی که در یک سال بیام 2.5 برابر سود بکنم،
ده ضرب در دهش بکنم اینو 25 برابر بگیرم و حتی بیشتر، و اونم از جنس دلاری، سود دلاری نه سود ریالی. و اونی که تو بورس داره کار میکنه الان بعد از مدت میگه من 40% سود کردم، بعد میگه بهش حساب بکنی میگه این بهره ها سود بانک ها ازش، سود واقعی یه پولی میگیرن میخوابونن دیپوزیت میکنن کلی کارمز کردن میکنن، یه چیزی هم میزنن مثلا میگن ما 18% حساب میکنیم، بعد که حساب میکنی نرخ موثرش مثلا 21.23 میفته. پس از اینوری ما نگاه کنیم، اگر ریالی داری سرمایه گذاری میکنی ریالی در میره و این تورم وجود، خب تو خیلی عقب میفتی، ولی دلاری سرمایه گذاری کنی سود دلاری کسب بکنی و دلار تو ریال بکنی به جایی که یک تو کردی ده. خب من اگر اجازه بدی یک 5 دقیقه استراحت بکنیم، الان 8:18 است، 8:23 من برمیگردم سر کلاس، شما هم تشریف داشته باشین، انشالله بتونیم ازش استفاده ببریم، این کلاس رو به یه نقطه خوبی برسونم، من خیالم راحت شه. 5 دقیقه استراحت، موافق هستین همه؟ بله بله، ممنون از محبتتون. 5 دقیقه حضور دارن، بسیار هم عالی، بسیار هم عالی.